تلفنی تماس گرفت ما صحبت کرد. در میگم ما برای اینکه تمام اون اشخاص فرانکفورت آلمانی هم بودن در فرانکفورت، و گفتش که تو فلانی هستی، اینو نوشتی، جمعه هم دیگر نیویورک میبینیم. تموم شد، ما پاشدیم رفتیم نیویورک. دو هفته بعد براندو هم نوشت که من این بازی رو، این سناریو رو میخوام. هر دوشون تمایل داشتن که در حال خوشبختانه، چون به عنوان کارگردان من نباید مثلا مسائل قراردادی رو با هنرپیشه ها مطرح بکنم، در این مرحله من دور بودم و براندو رو من دیگه نمیتونستم این شانس رو داشتم بهش بگم که من به اون نگم، یا من به اون نگم متاسفم کسی دیگری، و البته اونم بعدم فهمید خود کوین این رو گرفته. خیلی تنها یکی از تنها بزرگان دنیای سینما بود که براندو براش ارزش و احترام زیادی قائل هست، بود اون موقع، الان هم هست. و بدون اغراق تنها شخصی رو که کوین در موردش، من حتی مثلا این لغت سطح پایین رو باید استفاده بکنم، حسادت میکرد، به تنها شخصی الان هم میگفت من تنها کسی رو که بهش حسادت میکنم در دنیا سینما براندو، مارلون براندو خواهد. و برای من افتخاری بود که با یکیشون کار بکنم و از یکی دیگر حداقل شفاهی همچین تمایل به همکاری داشته باشه. آقای شروف، این فیلم برای فستیوالای جهانی هم فرستاده شدش یا نه؟ بله، این فیلم از لوکارنو به حدود 25 تا فستیوال اول دنیا بوده. 25 تا فیلم فستیوال اول نداریم، ولی فستیوال های بزرگ که از به اول میره، از جمله لوکارنو در کن نشون داده شده، تورانتو، مونتریال بوده، در همین برلین. من اصلا دوباره برای شرکت، به خاطر اینکه این فیلم در فستیوال برلین بود، اومدم اینجا تو این کشور، دوباره اومدم تو این شهر برلین برای 10 روز که حالا شد 3 سال و نیم خدمتتون هستم، خدمت تمام ایرانی های خوب این شهر برلین هستم. و در مقایسه با این فستیوال های الف حدود 50 فستیوال. بله، الان چند زمانیه که به هر حال این مرد بزرگ دنیای سینمای ما فوت کرده، و من در جریان هستم که از تمام رسانه‌های گروهی سراسر جهان با شما تماس گرفتن، چون به خاطر اینکه این آخرین فیلمش بود که به هر حال کارگردانی و نویسندگیش رو شما داشتید. نظرشون چی بود؟ چه صحبت‌هایی می‌کردن؟ برای من جالب‌ترین تجربه زندگیم، تجربه هنری زندگیم این بود که نه تنها این فیلم ساخته شد و متاسفانه تا امروز در نیامد، محض اونایی که این فیلم رو دیدن در فستیوال یا مطرح شده بود براشون، با تمام کانال هایی که توی تلویزیون های مختلف دنیا از دبی و نمیدونم ژاپن تا ایسلند وقتی کارهای این شخص نشون میدن، تمامشون اگر نه همه در یک کشور، حد اقل یکی دو تا از تلویزیون های مهم عمده کشورها، تاریخچه هنری این شخص رو، تاریخ سینمایی این شخص رو، هنرپیشگی این شخص رو از یه جای شروع کرده بودن، ولی همه با این فیلم تموم کردن. یعنی با صحنه‌ای از این فیلم تموم شد، صحنه‌ای از فیلم هفت مستخدم که ما ساختیم. و برای من باعث افتخار بود وقتی اینو دیدم، یا تلفن زده میشد از فلان جا، از کسایی که می‌خواستم من کجام یا صحبت بکنم در موردش. و متاسفانه میگم این فیلم در زمان حیات این مرد بزرگ روی صحنه نیومد به دلایل منفی، ولی من امیدوارم اون روزی هم که خواهد اومد، این مرد مثل همیشه، مثل همون موقعی که بود، زنده تر خواهد بود برای این که کاری که این شخص توی این فیلم کرده بلا تردید یکی از بزرگترین هنرپیشگی های دوره خودش بود. شما الان فکر میکنید که این فیلم به هر حال تا کی، تا چه موقعی دیگه رو اکران میاد که به هر حال هموطنان عزیز ما که به هر حال دوست دارن هم بازی زیبای آنتونی کوئین و همین که به هر حال کار زیبای شما رو ببینن؟ فکر میکنم، امیدوارم، من تقریبا مطمئنم انقدر زمان گذشت به اندازه کافی در مورد این فیلم به خصوص و این شخص به خصوص، و از طرف آدمایی که نباید این مسائل رو به وجود میوردن، بی فرهنگی به وجود اومد که الان خودشون به این نتیجه رسیدن که با فرهنگ کامل با این مسئله برخورد بکنن و
من میدونم حتی الان که با هم نشستیم چندین حداقل دو تا پیشنهاد خرید دوباره برای این فیلم داده شده و اینا تا فکر کنم تا ژانویه امسال وقت دارن که جواب بدن به یکی از این پیشنهادها، دوتایی که من میدونم، ولی 100% اونجوری که پیشنهاد کردم حتی خودشون از جاهای دیگه هم، این دوتایی که من میدونم چون میدونم از امریکا اومده در میگه، از جاهای دیگه هم براشون دوباره پیشنهاد داره خیلی. آیش گفت فیلم هفت مستخدم تنها به خاطر قدرت بازی آنتین کوین درسته که زیباترین نقش رو ارائه کرد، ولی شما در انتخاب موزیک متن این فیلم هم خیلی به هر حال وسواس به خرج دادید و یکی از بزرگترین آهنگسازهای سینما رو میگم میتونم بگم انتخاب کردید. ممکن در مورد آهنگ موزیک این فیلم، موسیقی این فیلم توسط واقعا یکی بزرگان سینمای بزرگان دنیای موسیقی بود که برای برناردو برتولوچی و مارلون براندو آخرین تنگو در پاریس رو نوشت. من این شخص رو از طریق شخصی که با خود من خیلی مستقیم کار میکرد به اسم بهمن مقصودلو با اون آشنایی پیدا کردم. از مقصودلو خیلی متشکر هستم تا ابد به خاطر ورود اجازه، یعنی این کار رو دست اون داد، ورود این شخص به این پروژه رو برای ما میسر کرد. کارهای خود این آدم، کارهای گتو بربیری، خودش کاراش احتیاج به معرفی از طرف من نیست. آدمیست بزرگ، آدمیست که اون هم در دنیای موسیقی قولیست مثل مارلون براندو یا آنتونی کوین، و این شانسی بود که من و گتو وقتی هم دیگر دیدیم در نیویورک نشستیم، بود زمانی اون ثانیه که ما داشتیم رجوع این فیلم صحبت میکردیم مصادف بود با طرز حالت روحی که این شخص داشت، که از یه طرف منفی بود به خاطر اینکه خانمش رو دست داده بود، بود خانمی که واقعا عاشقش بود حدود یک ماه دو ماه، و متنی که ما داشتیم در این فیلم خیلی حساس و ظریف با یه همچین لایه برخورد میکرد، و این با من وقتی صحبت میکرد میگفت من نمیدونم تو، من میدونم الان اینجا هستی و داری با تراوت و خوشحالی و شادی و با خیلی راضی هستی از اینکه من دارم میام تو، ولی اینو بدون من از تو بیشتر راضی هستم که همچین فرصتی برای من پیش اومده، چون اون کاری رو که تا اون موقعی که زنم زنده بود نتونستم براش بکنم به این فیلم هدیه میدم. هر حال من اگر در مورد واقعا این فیلم صحبت بکنم خیلی میتونیم راجع به هم این فیلم، هم در مورد شخصیت آنتونی کوین و همچنین در مورد داریوش شکوف بخوایم صحبت کنیم واقعا ساعت‌ها میشه صحبت کرد، ولی به هر حال از لطفت خیلی ممنون هستم. خیلی ممنون از شما. و البته باید به شما من یک خبرم بدم که با اجازه آقای شکوف، آقای شکوف یک فیلم بزرگ سینمایی که در دست دارن که انشالله در برنامه‌های بعد ما به اون بازیم، فیلمی هستش که به هر حال در رده‌های بزرگی مانند فیلم قبلیشون هفت مستخدم در سطح دنیای سینما هالیوود هستش که امیدواریم در برنامه‌های بعد برای ما در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم و من براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم من از شما. کارتون در به هر حال رشتان، چون آقای داریوش شکوف غیر از اینکه در کار سینما هستن یکی از نقاشای عزیز کشور ما هم هستن که به هر حال کاراشون رو ما در گالری‌های بزرگ دنیا ما می‌بینیم در رده بزرگترین نقاشای جهان، و به هر حال من به شما تبریک میگم. لطف شما همیشه به من لطف داشتید، همیشه حمایت کردید منو، نه تنها شما، واقعا مردم شریف، خیلی از مردم شریف در برلین. من مدیون و ممنون همه شما هستم. امیدوارم بتونم ذره‌ای نه برای تلافی این همه خوبی تا اونجا که وجود دارم بتونم برای این دنیا کار مثبتی بکنم. برای از شما تشکر میکنم آقای داریوش شکوف، برای شما و همچنین خانم تائیس فرزان دستیار شما واقعا که عاشقانه با شما کار میکنن. ایشون دیگه رئیس من هستن و الان تهیه کننده فیلمی که الان شما داشتید صحبت میکنید، و اگر این مثلا انجام بشه ایشون مثل چند نفری دیگه که امید پایی من هست که بتونم برای نسل آینده
اشخاصی رو به جا بذاریم و بریم، ایشون یکی از افتخارات شخصی خود من هست و مطمئن هستم یکی از افتخارات کشور ما خواهد بود اگر این فیلم درست بشه. به حال امید دیدار سرکار خانم تاییز فرزان و آقای داریوش شکوف در برنامه‌های بعدی ما و اطلاعات بیشتر در مورد یکی دیگر از کارهای زیبای داریوش شکوف با هم نگاه می‌کنیم به دنبال برنامه. با ما باشید. اوکی.